خلاصه کتاب شانس و موفقیت اثری از رابرت فرانک از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ماجویا موفق ترین کسی که میتونی تصورش کنی کیه؟ یه میلیاردر، یه مدیر عامل، یه مدیر توی حوزه صنعت. خب حالا به این فکر کن که این آدما چجور تونستن موفق بشن. حتما فکر میکنی معلومه با کوشی، تلاش و کار زیاد و ایده های خیلی خوبی که داشتن تونستن موفق بشن خب، باید بهت بگم که شاید همینطور باشه اما این همه اون ماجرا نیست چون به نظر میرسه که اقتصاددان ها، سیاست و مردم عادی نقشه یه چیزی رو در موفقیت خودشون دست کم گرفتن چیزی که اصطلاحا بهش شانس میگن توی این خلاصه کتاب قرار با همدیگه نقش شانس رو توی موفقیت بررسی کنیم و متوجه بشیم که فقط استعداد یا مهارت نیست که اقتصاد امروز رو میگردونه بلکه در واقع یه شانس خوب هم میتونه یه عامل حیاتی باشه فصل اول نقش شانس توی موفقیت های اقتصادی خیلی بیشتر از چیزیه که فکر میکنیم الان یکی از روزهای ماه نوامبر سال 2007 و, و من یعنی رابرت فرانک نویسنده این کتاب توی یه رقابت شدید و تنگاتنگ، تنگ اما دوستان با همکارم گیر افتادم داریم همینطور رگباری توپ تنیس رو به سمت همدیگه پرتاب می کنیم که فاجعه اتفاق می افته. من یه دفعه ایست قلبی می کنم و روی زمین می افتم. توی یه روز عادی رسیدن آمبولانس به محل حادثه چندین دقیقه طول می کشه که برای همچین موقعیتی خیلی دیره اما اون روز به طور اتفاقی یه آمبولانس همون اطراف بود این یه شانس محض بود که زندگی من رو نجات داد بله درسته این اتفاقهای شانسی همیشه پیش میاد هم خوب هم بد تصادفهای وحشتناک اتفاقهای خوشحال کننده و بقیه بازی سرنوشت هر لحظه دارن زندگی ما رو شکل میدن حالا نکته مهم اینه که این اتفاق‌ها حتی وضعیت اقتصادی رو هم شکل میدن. میشه نتیجه گرفت که نقش شانس توی موفقیت‌های اقتصادی خیلی بیشتر از چیزیه که فکر میکنیم. یه افسانه قدیمی و خیلی پرطرفدار توی جامعه ما وجود داره که میگه کسایی که به موفقیت‌های اقتصادی بزرگی میرسن این موفقیت ها رو از طریق سخت کوشی کار زیاد و ایده های بزرگ به دست آوردن این یه جور شایسته سالاری یا مزیت سالاریه که میگه اونهایی که به قلعه های موفقیت میرسن لیاقت موفقیت قدرت و اعتبارشون رو داشتن و همینطور کسایی که پایین قله هستن لیاقت همین موقعیت رو دارن چون به اندازه کافی تلاش نکردم واقعیت اینه که این منطق یه مشکلی داره بله درسته اغلب افراد موفق برای ثروتشون سخت کار میکنن اما به این هم فکر کن که در ازای هر آدم موفق هزارها آدم دیگه هستند با همون میزان استعداد و بلند پروازی اما هیچ وقت به اون حد از خوش اقبالی نمیرسن چرا؟ چون یه بخشی از این قضیه کاملا شانسیه اون آدم موفق یه جایی یه شانسی سراغش اومده و بهش کمک کرده که شایسته موفقیت بشه این شانس میتونه به شکلهای مختلفی باشه مثلا شرایطی که توش متولد شدی کاملا تصادفی و شانسیه اما تأثیر زیادی روی خط سیر زندگی داره برای کسی که از پدر و مادری ثروتمند توی کشور پیشرفته به دنیا میاد رسیدن به پول و موقعیت خیلی آسون تره تا اون آدمی که همون اندازه استعداد داره اما توی شرایط سختتری به دنیا اومد حتی خود استعداد هم به شانس بستگی داره بعضیا با استعداد متولد میشن که خودش خوش شانسیه حالا بعضیا استعداد دارن اما امکاناتی ندارن که بتونن استعدادشون رو تشخیص بدن و تقویتش کنن که این هم باز به شانس برمیگرده حالا به نظرت چرا این موضوع مهمه توی جوامعی مثل جوامع مدرن که همه چیز برای برنده هاست اونایی که به امکانات و منابع موفقیت دسترسی دارن هر روز بیشتر و بیشتر به دست میارن در حالی که بقیه مدام دارن از دست میدن اگه اون افسانه مزیت سالاری رو ادامه بدیم پاداش ها همچنان فقط نصیب یه عده اندک از خوششانس ها میشه به قیمت ضرر دادن همه آدم های دیگه فصل دوم یه شغل عالی میتونه به خاطر مجموعه ای از شانس ها باشه توی دهه 1940 جامعه شناسی به اسم پاول لازارسفیلد آزمایشی درباره زود باوری آدما انجام داد اون اعلام کرد که نتیجه آزمایش میگه سربازهای روستایی خیلی بهتر از سربازهای شهری میتونن خودشون رو با سختی های زندگی نظامی وفق بدن خب این نتیجه برای هیچ کس عجیب نبود بدیهیه که پسرهای روستایی اون قدرت لازم برای جنگیدن رو داشتن با این حال اینجا یه وجود داشت در واقع تحقیقات لازارسفلد دقیقا عکس این موضوع رو نشون داده بود سربازهای شهری بهتر بودند اما مردم نتایج جعلی رو باور میکردند چون از قبل به سمت باور کردن این روایت سوق داده شده بودند بینی؟ یه چیزی هست به اسم سوگیری گذشته نگر به خاطر همین مفهومه که آدما معمولا هر نتیجه ای رو الزامی و اجتناب ناپذیر میبینن سوگیری گذشته نگر باعث میشه متوجه نباشیم که توی واقعیت اتفاقهایی که میفته حتی موفقیتهای آدم ها. چیزی نیست که از قبل نوشته شده باشه و مربوط به سر نوشت باشه بلکه اغلب بر اساس شانسه اینجاست که باید دوباره این پیام اساسی رو بخونیم که حتی شغل عالی میتونه به خاطر مجموعه ای از شانس ها باشه نه فقط تلاش و کوشش و توانایی فرد وقتی کسی رو توی بالاترین سطح حرفه خودش میبینیم انگار برامون خیلی واضحه که چرا این آدم توی همچین موقعیتیه مثلا فکر میکنیم به رایان کرانستون یه ستاره بزرگه چون بازیگر خیلی خوبیه بیل گیتس میلیاردره چون یه تاجر باهوشه و من یه اقتصاددان مورد توجهم چون دیدگاه های درخشانی دارم با این حال واقعیت اینه که غیر از استعداد معمولا عوامل دیگه ای توی این موفقیت ها نقش دارم مثل فرصت های شانسی و اتفاقی به عنوان یه مثال خوب بیل گیتس رو در نظر بگیر شکی نیست که آدم باهوشیه اما این شانس رو هم داشته که اواخر دهه 1960 به مدرسه ای بره که اون زمان این مدرسه یکی از معدود جاهایی بود که توشون دانش آموزا به نسل اولیه ترمینال های کامپیوتری دسترسی داشتن و بیل گیتس یکی از دانش آموزای انگوش شماری بود که توی همون سالهای اولیه اصر دیجیتال تونست برنامه نویسی یاد بگیره خوششانسی که اون رو تبدیل کرد به یکی از بنیانگذارهای اصر کامپیوتر حتی شرایطی که واقعا جزئی هستن و به نظر بی اهمیت میان هم میتونن توی این مسئله تاثیر بذارن مثلا ماه تولد مدیر عامل های موفق رو در نظر بگیر زمان تولد این آدما به شکل عادی توی سال توزیع نشده این طوریه که توی این افراد تولدهایی که توی تابستون بوده کمتر از یک سوم همه, همه تولدهای دیگه است یعنی بیشتر این آدما توی ماهای غیر از تابستون به دنیا اومدن پژوهشگرها فکر میکنن این اختلاف به خاطر تقویم آموزشیه یعنی چی؟ یعنی بچه هایی که توی ماهای جوان، جویه و آگوست به دنیا میان اغلب توی کلاساشون از همه کوچیکترن که این معمولا باعث میشه احساس اعتماد به نفس کمتری داشته باشن و همین میتونه اونا رو از رسیدن به موقعیت های رهبری توی مدرسه دور کنه و در نهایت ممکنه روی موفقیتشون توی آینده تاثیر بذاره البته همه این حرفا به این معنا نیست که یه سری نیروهای خارجی زندگی ما رو از قبل تعیین کردن معلومه که سخت و پشتکار هم مهمه خیلی هم مهمه اما حرف من اینه که اغلب افرادی که میتونن به قلای موفقیت برسن شرایط هم براشون فراهم بوده و از طرف دیگه یه شکست اتفاقی میتونه مثل دومینو شکست های بعدی رو دنبالش بیاره در این مورد توی قسمت های بعدی بیشتر میخونیم فصل سوم کمی شانس میتونه به یه مزیت بی تبدیل بشه فرض کن توی قرن هجده هم زندگی میکنی و میخوای پیانو بخری چی کار میکنی؟ احتمالا میری سراغ نزدیکترین پیانو فروشی محل چرا؟ خب چون پیانو بزرگ و دست و پاگیره و هر چقدر هم مسافت کم باشه جابجا جا کردنش باز خیلی سخته پس ترجیح میدی از همون محلتون خرید کنی و نری جاهای دورتر که مسیر طولانی بشه نتیجه این مدل خرید کردن اینه که اقتصاد طوری رشد میکنه که از سازنده های کوچیک پیانو که هر کدوم یه منطقه خاص رو پوشش میدن حمایت میشه حالا بذار به اصر قطارها، اتومبیلها و کانتینرهای حمل و نقل یعنی همین دوران خودمون برگردیم توی این عصر فروشنده های محلی باید با سازنده های پیانو توی سرتاسر سر دنیا رقابت کنند چون مردم فقط از بهترین ها خرید می کنند بنابراین یه تعداد محدودی شرکت بزرگ همه بازار این کسب و کار رو قبضه می کنند و بقیه ورشکست میشن. این یه مثال کلاسیک از اقتصادیه که توی اون همه چیز برای برنده هاست چه چیزی برنده رو تعیین میکنه درسته مهارت و استعداد اما اگه یه کارخونه تولید پیانو به بهترین و مناسبترین چوب برای ساخت و ساز دسترسی داشته باشه این یه شانسه که برای اون کارخونه مزیت محسوب میشه پس نکته اساسی اینجا اینه که گاهی کمی شانس میتونه به یه مزیت بینظیر تبدیل بشه بعضی از اقتصاددان ها استدلال می کنن که درآمده فرد با سرمایه های انسانی که داره تعیین میشه یعنی مهارت ها تحصیلات هوش و بقیه ویژگی های فردی این سرمایه ها تعیین می کنن که اون آدم چقدر برای بازار کار با ارزشه با این حال این استدلال کاملا هم درست نیست درسته که توی زمان ما پولدارها نسبت به نسلهای قبلی بیشتر پول در میارن اما این رشد به معنای این نیست که توانایی های آدم هم همینقدر رشد کرده این رشد و پیشرفت درآمد رو میشه تا حدی به خاطر فناوری های پیشرفته و بازارهایی دونست که مدام دارن بزرگتر و گسترده تر میشن ارتباطات دیجیتال و صنعت لجستیک جهانی این امکان رو به شرکت ها میده که از هر جایی که هستن بتونن با بقیه رقابت کنند. هر شرکتی که کوچکترین مزیتی داشته باشه در نهایت موفق میشه و سود زیادی به دست میاره و این سودها یعنی حقوق های بالای عجیب و غریب برای مدیر عامل ها و هر کسی که پست و مقامی توی این شرکت ها داره نکته مهم اینه که اون امتیاز کوچیکی که موفقیت رو تعیین میکنه اغلب به شانس بستگی داره بین چندین میلیون کسب و کار و آدمایی که با هم رقابت میکنن خیلی هاشون ویژگی های لازم برای موفق شدن رو دارن پس برای اینکه بتونی این وسط دووم بیاری یکم شانس هم لازم داریم بین این همه رقیبی که توی این حوزه هستند کافی یکیشون اون وسط یه شانس گنده بیاره و دیگه تمومه همه چیزی که برای بالاتر رفتن از بقیه لازم داره همینه برای اینکه بهترین قضیه رو درک کنی یه سری دونده هرفهی رو در نظر بگیر که قرار مسابقه بدن توی هر روز مشخص هر دونده این فرصت رو داره که توی بهترین زمانی که میتونه مسیر مسابقه رو بدوه اما کافیه برای یکی یه باد موافق غیرمنتظره و غیر معمول بوزه اون آدم میتونه مسیرشو در حد چند میلی ثانیه سریتر تموم کنه و همین کافی تا برنده بشه حالا برگردیم به اقتصاد توی اقتصادی که همه چیز برای برنده هاست این آدمی که باد موافق براش وزیده آروم آروم توی چیزهای کوچیک برنده میشه تا به مرور زمان به تسلط کامل روی بازار برسه و بشه برنده اصلی فصل چهارم مردم توی درک اینکه کجاها شانس باهاشون یار بوده مشکل دارن بزار یه آزمایش باحال انجام بدیم اگه از هر رانندهی بپرسی که به رانندگی خودش چه نمره‌ای میده به احتمال خیلی زیاد نمره خیلی بالایی میده تحقیقات نشون میدن که حدود 90 درصد راننده ها مهارت های رانندگی خودشون رو بالاتر از حد متوسط میدونه. طبیعتا از نظر منطقی همچین چیزی غیر ممکنه چون از جنبه ریاضی حداقل نصف آدما باید کمتر از حد متوسط باشن میانگین گرفتن دقیقا اینطوری کار میکنه و ما رو به اشتباه میندازه این الگوی از خود متشکرانه رو خیلی جاها میتونیم ببینیم مثلا اکثر معلم ها فکر میکنن بهتر از حد متوسط هستن و بیشتر دانش آموزا هم تصور میکنند از متوسط دانش آموزا بالاترن طبیعتا درک مردم از دنیا همیشه درست نیست مخصوصا وقتی میخوایم درباره نقش شانس توی موفقیت صحبت کنیم اینجا میشه به پیام اصلی این بخش دوباره نگاه کرد مردم توی درک این که کجاها شانس باهاشون یار بوده مشکل دارن خب تا اینجا باید متوجه شده باشی که شانس نقش اساسی توی موفقیت شغلی یا اقتصادی آدما داره با این حال وقتی از مردم بپرسی که چه عواملی باعث موفقیتشون شده اکثرشون حتی اشاره هم به شانس نمیکنن و معمولا دلایلی رو میگن که تحت کنترل خودشون هستن مثل داشتن وجدان کاری یا شم اقتصادی حتی بعضی از کسایی که توی قره کشی برنده میشن هم دلیل برنده شدنشون رو استراتژی های درخشانشون برای انتخاب عددها میدونن نه شانس یکی از دلایل این مسئله میتونه مفهوم حضور ذهن باشه این سوگیری شناختی یا میانبر ذهنی به خاطر تمایل آدما به تاکید بیش از حد روی چیزهایی که میتونن به راحتی به ذهن بسپرن مثلا وقتی درباره شغلت فکر میکنی به احتمال زیاد لحظه های دردناک یا سختی هایی که کشیدی تا در نهایت به هدفت برسی به یادت میان یعنی خاطره اون وقت هایی که شبها بیدار موندی و کار میکردی بیشتر یادت میاد تا روزها و شبهای آسونی که گذروندی به همین خاطر هم وقتی به دلایل موفقیتت فکر میکنی اون شب بیداری ها برات اهمیت بیشتری پیدا میکنن البته توی بعضی موارد این سوگیری میتونه مفید هم باشه مثلا یه دانشجو رو در نظر بگیر که آرزو داره بتونه وارد یه دانشگاه معتبر و اسم و رزم دار بشه از اون طرف خیلی های دیگه هم مثل اون دوست دارن تو همون دانشگاه درس بخونن اینجاست که شانس عامل مهمیه که تعیین میکنه کی میتونه وارد اون دانشگاه بشه حالا اگه اون آدم واقعا باور داشته باشه که شانس نقش مهمی توی این مورد داره ممکنه ناامید بشه و مثلا با خودش فکر کنه که اگه یه بدشانسی شانسی می میتونه من رو از رویاهام دور کنه اصلا چرا باید وقت بذارم و ساعتهای طولانی درس بخونم اینه که گاهی خیلی هم بد نیست که اصلا به شانس فکر نکنیم با این حال دست کم گرفتن نقش شانس جنبه های منفی خودش رو داره مخصوصا وقتی درباره مسائل اجتماعی بزرگتر صحبت میکنیم در نظر نگرفتن یا دست کم گرفتن شانس می باعث بشه که آدما با کسایی که توی زندگی بد آوردن کمتر همدلی کنن و از طرفی هم باعث میشه آدمایی که خوش شانس بودن زیادی به توانایی هاشون باور داشته باشن و خودشون رو دست بالا بگیرن توی قسمت بعدی بیشتر این موضوع رو باز می کنیم فصل پنجم برای داشتن یه جامعه خوششانس باید منابع خوششانسیمون رو بین مردم پخش کنیم میخوام با بیرکمان رای آشنات کنم بیرکمان توی حومه روستایی نپال زندگی میکنه اون یه آدم دوست داشتنی باهوش و سرشار از نبوغه که توی یه روز میتونه هم یه غذای مفصل بپزه هم وسایل پیچیده رو تعمیر کنه و هم یه معامله پرسود بکنه نکته اینجاست که بیرکمان با اینکه این همه مهارت داره هیچ وقت نمیتونه بیشتر از میانگین درآمد توی نپال یعنی 1500 دلار در سال پول در بیاره در حالی که اگه این آدم توی یک کشور ثروتمند و توسعه یافته مثل آمریکا به دنیا اومده بود به احتمال زیاد به عنوان یه سراشپز مشهور یه مهندس مکانیک یا یک کارگزار قدرتمند وال استریت شناخته میشد و درآمد خیلی خیلی بیشتری داشت البته به این نکته دقت کن درسته که میزان درآمد بیرکمان به جایی که توش به دنیا اومده مربوطه اما معنیش این نیست که هر جایی مثل آمریکا که الان هر کسی توش به دنیا بیاد خوششانسه قرار همیشه اینطوری باقی بمونه این موضوع یه شرط داره که همون پیام کلیدی این بخشه یعنی برای داشتن یه جامعه خوششانس باید منافع خوششانسیمون رو بین مردم پخش کنیم بله برای رسیدن به رفاه اقتصادی متولد شدن توی یه کشور ثروتمند واقعا خوششانسی بزرگیه کشورهایی مثل ایالات متحده زیر ساخت سیستم آموزشی و بازار کار قوی دارن که توی اون سیستم احتمال اینکه بتونی توی حرفه خودت موفق باشی خیلی بیشتره حالا اگه ما بتونیم این معلفه ها رو حفظ کنیم افراد بیشتری از فرصت هایی که از این محیط جذاب به دست میاد بهرمند میشن اما مشکل اینجاست که معمولا این کار رو نمی کنیم. متاسفانه ما دقیقا برعکس عمل می کنیم. مثلا توی دهه های گذشته آمریکا روی چیزهایی که اون رو به کشور خوششانسی تبدیل کرده سرمایه گذاری خوبی نکرده. به گفته انجمن مهندسین عمران آمریکا جاده ها، پل ها و فاضلاب های این کشور وضعیت وخیمی دارند. مدرسه های دولتی دوچار کمبود بودجه شدیدی هستند و هفتاد درصد دانشجوهای کالج بدهی های سنگینی دارند. حتی شبکه های ریلی این کشور در مقایسه با کشورهای کم درآمدتر فرسوده و کهنه است. بیشترین دلیل این عدم سرمایه گذاری سیاست های غلط اقتصادیه. سیاست هایی که میگن پولا رو جایی خرج کن که مالیات خوبی ازش در میاد و دولت آمریکا برای این زیر و خدمات مهم پول خرج نمیکنه چون درآمد مالیاتی کافی ازشون نداره مثلا کم کردن مالیات ها توی دوره بوش درآمد دولت فدرال رو تا رقم عجیب دو دهم تریلیون دلار کاهش داد که این باعث شد دولت های بعدی دیگه به کم شدن درآمد از مالیات فکر هم نکنند با این حال این روند رو میشه به راحتی با بیشتر کردن مالیات بر درآمد ثروتمندترین و خوششانسترین اعضای جامعه معکوس کرد تا افراد بیشتری از این نعمت خوششانسی برخوردار بشن اما طبیعتا ثروتمندا به این راحتی ها رضایت نمیدن و خودشون مانع اجرای این ایده میشن از اونجایی که ما معمولا نقش شانس رو توی ایجاد ثروت کم رنگ میبینیم خیلی از ثروتمندا فکر میکنن موفقیتشون کاملا مربوط به تلاش شخص خودشونه و برای همین هم هر تلاشی رو برای پخش کردن موهبت ها بین مردم ناعادلانه میدونم اما اگه بتونیم نوع نگرشمون رو به موفقیت تغییر بدیم و نشون بدیم که بیشتر موفقیت ها نه الزامن به لیاقت شخص بلکه به محبت ها و شانس های بیرونی بستگی داره در اون صورت میتونیم کاری کنیم که ایده مالیات بیشتر برای منفعت عمومی راحتتر پذیرفته بشه فصل ششم مالیات بر مصرف میتونه هزینه ها رو تعدیل و منافع جمعی رو تأمین کنه به نظرت هزینه یه جشن عروسی خاص و به یاد مندنی چقدره؟ همه چیز بستگی به این داره که اون مراسم چطوری برگزار بشه سال 1980 متوسط هزینه یه مراسم ازدواج توی آمریکا 11 هزار دلار بود سال 2014 یه عروسی معمولی 30 هزار دلار خرج بر می داشت الان توی من این رقم بیشتر از 76000 هزار دلاره در حالی که توی یه منطقه روستایی مثل آپالاشیا احتمالا خیلی خیلی کم تره در هر صورت تا وقتی که به اندازه متعادل و تقریبا شبیه دیگران خرج کنی مهم نیست اما بیشتر از یه حدی خرج کردن مراسم رو خاستر یا ازدواج رو شادتر نمیکنه. بعضی وقتها فقط خرج میکنی که خرج کرده باشی این هدر دادن پوله مخصوصا وقتی میشه اون رو توی راههایی سرمایه گذاری کرد که ارزش پایدار ایجاد میکنند اینجاست که باید تاکید کنم مالیات بر مصرف میتونه هزینه ها رو تعدیل و منافع جمعی رو تأمین کنه اقتصاد همیشه بده بستون داره یعنی وقتی پولی رو برای خریدن چیزی خرج میکنی دیگه اون پول رو نداری که برای چیز دیگه ای خرج کنی توی این دور زمونه عادتهای خرج کردن جامعه ما بیشتر به سمت مصرف شخصی رفته تا منافع جمعی این موضوع مخصوصا درباره مولتی میلیاردرهایی که سرمایه های مازاد زیادی دارن بیشتر صدق هرچند همین رفتار داره توی آدمایی با ثروت کمتر هم نفوذ میکنه این الگو به این دلیل ایجاد میشه که عادت ها نسبی هستند یعنی وقتی ثروت متمرکز میشه خوش ترها بیشتر چیزهایی با قیمت های فضایی میخرن که این کار توی بازار رقابت ایجاد میکنه همین میشه که یه دفعه خونه عروسی یا ماشینی که یه وقتی عالی به نظرمون میرسید حالا ناکافی به نظر میاد در حالی که هیچ تغییری توی کاربرد یا فایده اون کالا یا خدمات ایجاد نشده و فقط هزینش بیشتر شده این یکم شبیه مسابقه تسلیحاتی بین کشورهاست اینکه هر کدوم بیشتر از اون یکی برای تسلیحات هزینه میکنن اما این کار هیچ کدومشون رو واقعا امتر نمی نمیکنه این به نفع همه است که عادتهای خرچ کردنمون رو تعدیل کنیم یه راه خوب برای رسیدن به نفع جمعی طرح مالیات بر مصرف تصاعدیه این طرح میگه افراد بعد از پسنداز و سرمایه گذاری بر اساس میزانی که خرچ کردن مشمول مالیات میشن مثلا خانواده ای که سالی 100 هزار دلار درآمد داره و 20 هزار دلارش رو پس انداز میکنه برای 80 هزار دلار باقی مونده مشمول مالیات متوسطی میشه و برای ثروتمندها هر چی مصرف بیشتر بشه نرخ مالیات هم بیشتر میشه از نظر تئوریک این سیاست دو تا اثر داره اولا مردم کمتر به خاطر چشم و همچشمی پولشون رو هدر میدن بدون اینکه این کار تاثیر منفی روی میزان پسنداز و سرمایه گذاری یا کیفیت کلی زندگیشون داشته باشه دوم اینکه چون مردم به هر حال هنوز هم یه چیزهایی میخرن و حتی بعضیا هنوز خیلی زیاد خرید میکنن درآمد مالیاتی دولت بیشتر میشه که میتونه برای منافع عمومی مثل زیرساختها مراقبت های بهداشتی و آموزش هزینه بشه به نظر میاد طرح بدی نباشه فصل هفتم کمی تواضع و مقدار زیادی همکاری و تشریک مسایی برای پیشرفت حیاتی هستند اسکات فورستال همه مهارت های مناسب برای یه شغل عالی رو داشت اون به عنوان معاون ارشد اپل به خاطر ایجاد سیستم عامل آی ایس که باعث شده بود آیفون و آیپد به آیتم های ضروری تبدیل بشن مورد توجه قرار گرفته بود طوری که خیلی ها فکر میکردن فورستال مدیر عامل بعدی شرکت اما اون سال 2012 اخراج شد <applause> مشکل این بود که فورستال جاه طلب و متکبر بود و به گفته یه همکاراش فقط خودش رو میدید وقتی که پروژه های مشترک بزرگ موفق می شدن اون اعتبار پیروزی رو مال خودش می دونست و اگه پروژه شکست می خور تقصیر و مینداخت کردن دیگران و اونا رو سرزنش می کرد. در نهایت تخصص مهندسی فورستال نتونست به ویژگی های منفیش غلبه کنه به نظر میاد وقتی به کار دیگران احترام بذاری موفقیت فردی هم آسان تره مردم اصولا منفعت طلب هستند توی علم اقتصاد گاهی اوقات به این نوع نگاه به انسان انسان اقتصادی گفته میشه انسان اقتصادی همیشه موقع تصمیم گیری به این فکر میکنه که چی بیشتر به نفعشه مثلا اگه قیمت بنزین یا گاز بالا بره میشه انتظار داشت که انسان اقتصادی که شم پسنداز داره خونش رو کمتر گرم کنه یا ماشین کم مصرف بخره خب با این چیزایی که گفتیم شاید به نظر بیاد که بهترین و منطقی ترین راه برای پیشرفت توی زندگی اینه که همیشه خودمون و دستاوردامون رو توی چشم بقیه بکنیم اما معلوم این طورا هم نیست از یه طرف بیشتر موفقیت ها نتیجه کار تیمیه طرف دیگه هم مردم دوست ندارن خود شیفته ها هم تیمیشون باشن به جاش کسایی رو توی تیمشون میخوان که بتونن همکاری کنن موفقیت ها رو به اشتراک بذارن و بتونن تصویر بزرگتری رو ببینن که فراتر از صرف اندستاورد های خودشونه من برای اینکه درستی این ایده رو به سنجم یه آزمایش انجام دادم اومدم شاگردام رو به دو گروه تقسیم کردم و به هر گروه متنی درباره یه تاجر خیالی به اسم هارولد جانسون دادم که بخونن هر دوتا متن زندگی حرفه‌ای و شخصی تحسین برانگیز جانسون رو از زبون خودش شرح میداد اما از یه جنبه کلیدی با هم متفاوت بود توی متن اول جانسون موفقیت خودش رو مدیون توانایی های خودش میدونست اما توی متن دوم از شانس هایی که داشته و کمک های دیگران صحبت می کرد. جای تعجب نداره که دانشجوها جانسون دوم رو بیشتر دوست داشتن و توی مقیاس های مهربونی و قابل اعتماد بودن بهش رتبه بالاتری نسبت به جانسون اول دادن و گفتن احتمال بیشتری داره که اون رو به عنوان شریک تجاریشون استخدام کنن. یکم تواضع و خداگاهی رو نباید دست کم گرفت اگه اونقدر خوش شانس هستی که توی زندگیت موفق باشی یادت باشه به نفع خودته که قدردان اتفاقهای خوب و خوششانسی هایی که یه باره بهت رو آوردن و توی این راه کمکت کردن باشی سخن پایانی ثروتمندترین و موفقترین آدما معمولا میگن که دستاورداشون به خاطر کار سخت و تلاش زیاد خودشون برای رسیدن به هدف بوده اما حقیقت اینه که بیشتر داستانهای موفقیت به یه سری خوششانسی هم بر میگرده شانسهایی مثل به دنیا اومدن توی کشور مناسب برخورد کردن با آدمای مناسب یا حتی وزیدن یه باد موافق توی مسیر موفقیت وقتشه که این موضوع رو به رسمیت بشناسیم و سیاست های اعمال کنیم که کمک میکنن آدم های بیشتری خوششانس باشن و با این کار جامعه بهتری بسازیم جامعه ای که توی اون احتمال رسیدن به دستاوردهای خارق العاده بیشتر از اینی که هست بشه امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب لذت برده باشین همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم با سپاس علی رضا میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیلو ما جویا صوتی <تص> <تص> از کانال ما جویا با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم.